أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيب الله العالمين بن المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأتيابين الأتهرين سيما وسيه الثاني عشار حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواه العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة أكل نَاظِرِي بِنَظْرَةٍ مِنِّي إِلَٰهِ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ وَسَهِّلْ مَخْرَجَهُ وأوسع مَنَهْجَهُ أَزَلْنَا مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنْصَارِهِ وَشِيَعَتِهِ وَخُدَّامِهِ وَالْفَائِزِينَ بِلِقَائِهِ وَالْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْ فِي جُمْلَةِ أَوْلِيَائِهِ أما بعد قال الله العظيم في كتابه الحكيم وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ك كف خروج شعائر حسيني وتعزيم شعائر البيت این است که انسان حداقل به چهار نکته دست پیدا بکنه به فرموده ابا عبدالله الحسین علیه السلام پاسخ این سوالی که معمولا در ایام محرم و سفر خیلی پررنگ میشه که آقا این همه جلسه این همه هیئت این همه هزینه خروجیش چی باید باشه در روایات ما مطالب بسیاری رو در پاسخ به این سوال مطرح کردند از جمله این روایت نورانی است که امام حسین علیه السلام فرمود من اتانا لم یعدم خصلتا من اربع کسی که پیش ما میاد سر سفره ما میشینه تو مجالس ما حضور پیدا میکنه کم کمش کف کفش حداقل چهار چیز رو به دست میاره که جلسه گذشته سه تاشو عرض کردیم و وقت به ما اجازه نداد وارد نکته چهارم بشیم فهرسوار ارز میکنم فرمود من اتانا لم یعدم خسلتا من عربه آیتا محکمه و قضیتا عادله و اخن مستفادا آیه محکمه پیدا میکنه تو هر امری عدالت پیدا میکنه تعادل پیدا میکنه و برادری قابل استفاده به دست میاره که مفصل بر اساس آیات و روایات مفهوم و شرح این روایت نورانی از زبان نورانی عبا عبدالله الحسن علیه السلام عرض شد پنجمین خروج، چهارمین خروجی که از ذات چهار چیز رو حد اقل به دست میاره فرمود و مجالست العلماء خب میدونید هم قرآن کریم هم معارف اهل بیت آیش علم آگاهیه و همه حرکات اهل بیت علیه السلام هم بر اساس علم و آگاهیه خب شما میدونید پیغمبر اکرم در دوره ای و در عصری بعثت پیدا کرد که همه در جاهلیت به سر می بردن در جهل به سر می بردن و اصلا نقش انبیاء الهی نقش معلمیه یعنی تعلیم دادنه هو الذي بعث في <applause> الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اصلا اول معلم خود خدا بوده و علم آدم الاسماع كلها اصلا اولین موجودی که آفریده حضرت آدم علیه السلام بوده به عنوان اول پیغمبر خداوند معلم بوده و او متعلم بوده از طرف خدا یاد میگرفته قرآن کریم میفرماید سلام علیکم میفرماید که خداوند تبارک و تعالی اول معلم بعد خالقه الرحمن علم القرآن بعد خلق الانسان یعنی خداوند اول قرآن رو تعلیم داده معلم قرآن بوده الرحمن علم القرآن بد خلق الانسان نه الرحمن خلق الانسان علم القرآن یعنی معلمی مقدمه رضا عبی عبدالله علیه السلام فرمودن که چهارمین چیزی که سر سفره ما به دست میاد مجالست العلماس این که آدم هم نشینی با علما پیدا کنه برای اینکه نادونی و جهلش از بین بره اصلا اینکه از اهداف حرکت امام حسین علیه السلام که هدف بسیار مهمی هم هست تو زیارت اربعین چی میگه؟ میگه و بزل محجت فیک و یستن قضا عباده که من الجهاله اصلا نهزت حسینی برای این است که مردم از جهل و نادونی بیان بیرون تو بعضی از نقل ها دارد در مناجات حضرت در گودال قتلگاه دارد که حضرت عبا عبدالله بعد از مناجاتی که با خداوند تبارک تعالی میکرد هلال میگه دیدیم دوباره لبان حسین تکون میخوره مثل دو چوبه خوش میگه تصور کردیم داره نفرین میکنه نزدیک شدیم دیدیم داره دعا میکنه چی میفرماید میفرماید اللهم مهد هاذ القوم انهم لا يعلمون خدا اینا رو هدایتشون کن اینا نمیدونن چیکار دارن میکنن اینا ار جهل و نادونی دارن این عمل رو انجام میدن خدای آگاهشون کن نزا شما میبینید در قرآن کریم اینقدر که تأکید و تحریز به علم و علم آموزی شده تأکید به چیز دیگری نشده شده یعنی قبل از اینکه تأکید به انجام واجبات مثل اقامه سلات و عطای زکات و گرفتن روزه و واجبات و مستحبات باشه فهمودن شما باید عالم بشیم و ما یعقلوها الا العالمون فرمود از اون نعمت خدا دادی که نعمت اول است که عقله کسی میتونه استفاده بکنه که علم داشته باشه چون به تعبیر حضرت صادق علیه السلام العلم امام العقل علم پرچمدار عقله در بین واجه هایی که تو قرآن زیاد تکرار شده بیشترین واژه و مشتقاتی که تکرار شده واژه علم و عقله تعقل تعلم اصلا آیات اولی هم که بر پیغمبر اکرم نازل شده آیات توحید نیست یعنی آیات اصول دین نیست آیات فروع دین هم نیست اولین کلمه ای که به پیغمبر نازل شده امر به مطالعه است اقرا بخوان آیات بعدم آیات علمه آیات توحید و نبوت و امامت و معاد نیست آیات نماز و روزه و حج و واجبات نیست اقرع بسم رب بکل لذی خلق بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید خب بعد چه علمی؟ علم دینه یعنی علم احکام علم فقه علم اخلاق نه اولین آیات آیات علم زیست اقرع اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق خدا تو رو از خون بسته آفرید در میگن پلاکت خون حالا مثلا پلاسمنگ خون که الان میگن مثلا پلاکت خون که انعقاد هسته اصلیه که خون از او تولید میشه تو بدن خب و شما میبینید قرآن رو که باز میکنید قرآن شما رو رجوع میده به علوم طبیعی بیشتر از اون که رجوع بده به علوم معنوی و علوم روحی شما رو ارجام میده به علوم چی؟ به علوم طبیعی چون شما از علوم طبیعی است که میتونی به اون معنوی برسی اینکه امیرالمومنین امیر المومنی میفرماید اتز اما انک جرمون صغیر و فی که انت بل الاکبرو تو فکر کردی یه موجود ریز و کوچیکی هستی تو عالم نه بزرگترین عالم در درون تو نهفته است یعنی شما همین ظاهر خودت امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه این سه چهار صفحه اول آناتومی بدن درست میکنه دیگه میگه اینا میگه خدا یعنی خدا یه چیزی این امر روحی و معنوی نیست واسه روح و روان فقط برای این جسمت هم هست شما شیارای انگشتت هم باید بگه خدا بند بند انگشت هم باید بگه خدا این موجه تو هم باید بگه خدا مثلا این حرفا رو میزنید تو این پره های حنجره شما باید بگه خدا نای شما باید بگه خدا لب شما باید بگه خدا خب این یعنی این که بین جسم و روح تفاوتی از این نظر وجود نداره نظر شما میبینید در معارف ما میگن شما هر جه گیر کردید رجوع کنید به قرآن فعلیکم بالقران چه تو امور مادی چه تو امور معنوی گیر کردید فعلیکم بالقرآن به قرآن رجوع کنید دیروز هم عرض کردیم که اولین چیزی که امام موسی فرمود به دست میارید سر سفره ای ما آیه محکم است که مهمترین چیز به عنوان آیه محکمه قرآن کریمه که اهل خیلی به قرآن اهمیت میدادن حالا ما ها معمولا به قرآن که میرسیم دم دستی برخورد میکنی اما شما ببینید مثلا میگن امام حسین علیه السلام سر مبارکش رونیزه قرآن خوند چه آیه هایی رو خوند اگه به بچه مذهبی و, حیطی و بگی آقا این آیاتی که امام حسین رونیزه نیزه خوند کدوم آیه است اصلا چرا این آیاتو خوند منظورش چی بود بین 6236 آیه چرا این هفت آیه رو خونده این هفت آیه چی میگه ما فقط میگیم سر مبارک حضرت بالا نیزه قرآن خوند همه میرن تو دیوار اینکه چه آیه ای رو خوند و چرا این آیات رو خون چه قصدی داشت کسی این علم میخواد این آگاهی بالا میخواد بله سر بریده ابی عبدالله درون تشت طلا قرآن خوند اون نانجیب چوب خیزران رو برداشت و به لب و دندان ابی عبدالله زد و ما هم گریه میکنیم باید هم گریه کنیم تو دیوارم میریم باید هم بریم اما خب میشه بگید امام حسین تو تشت طلا چه آیاتی رو خوند و چرا این آیات رو خوند چرا این آیاتو بازه ثواب قرآن میخوند مثل ما چون ما معمولا بس قرآن بس سوابش میخونیم. مثلا عمل کردن و برای هشدار دادن و برای عبرت گرفتن و برای موعظه شدن نمیخونیم خب فرمون مجالس العلماء اون 4 من خروجی که باید سر سفره اهل بیت به دست بیارید اینه که شما باید همنشین علما بشید نه که از علما فرار بکنید تو جلسات تو جلسات مذهبی کار به جای رسیده که موقعی که آقا صحبت میکنه یا عالم صحبت میکنه کسی نیست یا حواسانی نیست یا تو موبایلن یا پچ‌پچ میکنن یا, یا اما به که یه مدده میخواد بخونه همه میریزن پاش این بزرگترین خطره چون ما باید معارف رو ارائه بدیم باید معالم رو به موالات کم علمن الله معالم دین ما به واسطه ولایت شما موالات شما محبت شما معالم دین رو یاد میگیریم علوم دین رو یاد میگیریم خب شما وقتی به قرآن رجوع میکنید تو هر جا شما گیر میکنی میگن فعلیکم قرآن شما به قرآن رجوع کنید اما شما میبینید به قرآن که رجوع میکنید قرآن شما رو به طبیعت رجوع میده افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت نگاه کردی ببینی خدا شطور چجوری آفریده افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت و کیف سطحت زمین شناسی خوندی ببینی زمین لایه چیه آه. و ال السماء کیف رفعت آیا علم ستاره شناسی علم نجوم خوندی ببینید تو کهکشان ها چه خبره تو عوالم بالا چه خبره نا خلقناکم من ذکرن و اون سا و جعلناکم شعوبن و قبا لتعارفو خدا شما رو قبیله قبیله شعبه شعبه قرار داده برای اینکه بفهمید برای اینکه معرفت پیدا کنید یعنی شما چه نمیدید جامعه شناسی بخونید چرا نمیدید روان شناسی بخونید چقدر تو قرآن آیه داریم قل سیرو رو فل ارز فنز رو کان آقبت من قبل چرا نمیرید تو زمین بچرخید باستان شناسی تاریخ بخونید ببینید امتهای قبل از شما چیکار میکردن خب این علم دیگه رب المشارق و المغارب شما باید به خدای مشرق ها و مغرب ها ایمان داشته باشی ای ما چند تا مشرق داری؟ چند داری؟ داریم چند تا مغرب داریم این علم جغرافیا بلد باشی این جن جغرافیا بخونی هست همه علوم رو در قرآن که به ما میگن فعلا این گمبل قرآن داره باید بری سراغش خب چجوری باید بری سراغ قرآن این علوم رو پیدا کنی؟ از طریق علما یرفع الله الذین آمنون من کن و العلم درجات در بین شما مؤمنین درجات کسانی که صاحب علمان از همه بالاترن خدا مقام علما رو رفعت داده اما حسین فرمود در خونه ما باید شما عالم بشید اگر اومدید مجالستتون با علما بیشتر بشه شما من حضرت به حبیب ابن مزاهر وقتی نامه می نویسه می من لعنکم تو منو فهمیدی اینا ما رو نفهمیدن نزا حضرت دعا میکرد دو گودال اللهم مهد هاز القوم انهم لا یعلمون خدا این که دارن شیش ماه رو میزنن اینا نمیدونن جاهلن چرا میگن من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تتل جاهلیه یعنی سر این صفرش شما ان پیدا کنی اگه معرفت به امام زمان پیدا نکنی عالم نمیشی اگه عالم نشدی مرگت مرگ جاهلیت دیگه وقت امام زمان تو اون روایت مرحومه تبرسی در کتاب شریف احتجاج از قول امام زمان تو جلد دو نقل میکنه که امام زمان فرمود قد آزانا کی ما رو اذیت میکنه؟ ما میگیم هر کی اهل بیت رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده پیغمبر فرمود دیگه من آزا فاطمه فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله یه رو دیگه من آزا فاطمه فقط آزانی هر کی بچه های از زهرا رو اذیت کنه من اذیت کرده و من آزانی فقط آز الله خب حالا ما چیکار کنیم میشه اذیت پیغمبر آل پیغمبر بچه های پیغمبر آیا جنایتی که بنی امیه کردن اهل بیت اذیت کرد اونم اذیت بود اما زینب کبرا خیلی سریح فرمود که یزید تو کوچکتر از اینی که ما اذیت کنی مثلا ریز میبینمت اصلا نمی ما را ای تو الا جمیلا یعنی ریزی اصلا دیده نمیشی ما جز زیبایی نیدیم اما چی ما رو اذیت کرد اینکه تو این کار رو با دست دوستان ما کردی این کار رو با دست همونایی که با همون دست نامه نوشتن ما بیایم از جهل اونا استفاده کردی این کار رو با دست اونا انجام دادی مثلا امام زمان تو این روایت که مرحوم تبرسی تو احتجاج نقل میکنه میفهمند قد آزانا به تحقیق هر آینه جمله از ادبی خیلی توش تاکید وجود داره از ادبیات عرب من وقت ندارم وارد اون نکات دقی ادبیاتی بشم قد آزانا یعنی به تحقیق ما اهل بیت رو اذیت میکنن قد آزانا کیا دقت کنید ارمنی ها یهودی ها زرتشتی ها، سنی ها، ها حتی نه قد آزانا و جهلا و شیعه دقت کنید لفظ شیعه داره جاهلای شیعه شیعیانی که در اثر ندونم کاری کارایی میکنن رضا میگن که شیعه در طول تاریخ از لحاظ عده و عده در اقلیت بوده همیشه و هیچگاه در مقابل با دشمن خارجی شیعه با اینکه همیشه در اقلیت بوده علاز عده و عده نباخته همیشه برده شیعه هر جا در طول تاریخ به چالش کشیده شده توسط خودی جاهل یه یعنی تو جنگ سفن فرمود بابا این قرآن نیست قرآن منم اینکه فرمود اینا قرآن نیست واقعا قرآن نبودا چون نوشتن که اونی که معاویه و امر آس به نیزه زدن سپای ما به زد اصلا قرآن نبود لوهایی به شکل قرآن بود یعنی حتی قرآن هم سر نیزه نکرده بودن اینقدر از جهل استفاده کردن یعنی ما طرف یه دونه لوح دیده به شکل قرآن فکر کرده قرآنه کمان که وقتی به رو دیدن صورت رو بوشونده بود فکر کردن امام حسینه عبیدالله رو بلند کردن سر دوش مردم کوفه دست گل محمدی به شهر ما خوش آمدی قلم دوشش کردن آوردن رو منبر مسجد کوفه نشوندنش یکی نگو بابا این صورت باز کنید ببینیم کیه فکر کردن امام حسینه نشست رو منبر مسجد کوفه صورتش که زد کنار نوشتن نفس تو سینا حبس شد اه. ما که فکر کردیم حسین پسر پیغمبر اومده ما دعوتش کردیم با حیله وارد شد جهل دیگه غیر جهل چیز دیگه ای نیست وقتی اون پیرمرد تو شام اومد مقابل امام سجاد علیه السلام گفت شکر میکنم خدا رو شما رو خار کرد شما رو ذلیل کرد ما و امیرالمومنین رو بر شما پیروز کرد حضرت دید الان به این چی بگه بگه رو شست و شو داده هم مثلا با جر بس کنه فرمود قرآن خوندی آقا من 50 سال قرآن استاد قرآنم قاری قرآنم شغلم با قرآنه از این آیه خوندی قل لا اسألكم عليه اجرا الا المبدت فی القربا که قرآن ما مسلمان به شما چه داره شما, شما خارجی طور را حضرت فرمود این آیت خوندی انما یورید الله لیوب مهبن کم رج سهل المید یو شما قرآن کجا یاد گرفتی؟ من پنجا سال استاد قرآنم از من قشنگتر قرآن میخونی این آیاتی که شما خونی مال اهل بیت پیغمبر ماست حضرت فرمود اهل بیت پیغمبر تو میشناسی گفت خب چه قرآنی خوندی تو میگی این آیه مال اهل بیت پیغمبره خب اهل بیت کیه آقا خب نمیدونم مثلا اهل بیت پیغمبر مایی خب شما کی هستی خب من علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب گفت خب حسین پسر فاطمه دختر پیغمبر خب چهل بود دیگه نوشتن این ناله نعلنشو در آورد تو کوچه های شام میزد تو سرش میگفت مردم کلا سرمون گذاشتن کلا تو مچ پامون اومده از چی استفاده کردن از جهل استفاده کردن دیگه امام زمان فرمود میدونید چرا جهلای شیعه و احمقای شیعه ما را اذیت میکنن؟ و من دینه جناح البعوزت ارجه من چون بال پشه از دین اینا محکمه اینا واسه جهل دینشون استحکام بال پشه هم نداره بال پشه از دین اینا محکمتره لذا هر جا شیعه در طول تاریخ به چالش کشیده شده دارد که سیزده محرم وقتی قافل اسرا رو وارد کوفه میکنن حضرت زینب خطبه میخونن امام سجاد خطبه میخونن دارد یه جمع کثیری از مردم کوفه شروع میکنن گریه کردن میان پیش امام سجاد میگن آقا یه اتفاقی افتاد نباید میافتاد ما الان هستیم بسم الله شما از فهمود آدم عاقل از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه شما هنوز مرکب نامه هایی که نوشته بودید به پدرم خوش نشده بود این بلا رو سرشون. حالا من با چه به قول معروف اطمینانی و حرفتون بیام تو میدون برید خودتون رو آدم کنید برید خودتون رو درست کنید برید بفهمید چی کار باید میکنید برید یاد بگیرید دینداری یعنی چی که شد اون چیزی که نباید بشه که امیدواریم ان خداوند به ما این عنایت و لطف رو بکنه برکت مجالس اهل بیت میریم میان. این حد اقل خروجی که امام حسین فرمود بعد این چهار چیزو به دست بیارید آیه محکمه قضیه عادله اخن مستفادا برادر قابل استفاده و مجالست العلماء دشمن دست رو خوب چیزی گذاشته داره کاری میکنه که جوانای ما از علما فاصله بگیرن حتی علمام که میگه عالمم که عالم کسی نیست که فقط مثل من لباس ها یا رفته حوزه درس خونده یا رفته دانشگاه درس خونده اون عالمی که اهل بیت میگن مجالست باهاش داشته باشی در اثر مجلس ما اهل بیت فرمود العالم من صدق فعله قوله عالم از نظر امام حسین کسی است که عملش گفتارش رو تایید میکنه اینو میگیم عالم نه هر کسی که مثل من مثلا وارد لباس پیغمبره یا مثلا مدرک دانشگاهی یا مدرک آکادمیک داره اون یه علم خاصی رو داره اما عالمی که میگیم تو قرآن هست تو روایات هست و خروجی مجلس امام حسین باید مجالست با این علما باشه کسانی هستن که رفتارشون و کردارشون و اعمالشون گفتارشون رو چیکار میکنن تایید میکنن صلی الله علیه یا ابا عبدالله روز دوم ماه محرم است قافل رسید کربلا ابی عبدالله علیه السلام فرمودن که کسی هست از اهالی این سرزمین ما ازش سوالی بکنیم یا پیرمردی رو آوردن حضرت فرمود پدر جان اسم این سرزمین چیه گفت آقا ماریه میگن میگن نینوا میگن شاطع فرات هم بهش میگن ساحل فرات از اون اسم دیگری هم دارد گفت من بچه که بودم جدم میگفت به این زمین میگن کربلا دیدن ابی عبدالله دست به محاسن شریفش برد سر به آسمان بلند کرد فرمود اللهم اینی اعوذ به من الکرب و خدایا خدا یا حسین از کربلا به تو پناه میبرد خیلی طول نکشید دیدن تو همین سرزمینی که امروز با احترام عقیله بنی هاشم رو پیاده کردن عباس پا رکاب گرفت اکبر دست امش زینب کبرا رو گرفت عقیله بنی هاشم رو با احترام پیاده کردن خیلی طول نکشید تو همین سرزمین همه زنها و بچه ها رو خود بیبی بی زینب سوار بر ناقه‌ها و محمل‌ها کرد همین که نوبت خودش شد صدا زد داداش بلند شو رسیده نوبت سواری زینب من که ز آغاز عمر بیتو نکردم سفر خیز و نگر یا اخا با که سفر میکنم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم چون مجلس ادامه داره يدعو أمك اللهم عجل لبليك الفرج